میزنیم که بعد از پیشتر از 28 مرداد میتوانیم رد و پی مبادرات دانشجویی در دانشگاه تهران خودمون بگیریم. ولی خب یک سرقتل مهم همون 16 آذر 32. بله. 16 آذر 32 که تا امشب ما صحبت میکنیم 58 سال از اون میگذرد. و چند ماه؟ بله. بنابراین پاسخ به این پرسش که مصدق کیست از اینجا روشن می شود که ما در 100 سال و 100 و چند سالی که از انقلاب مشروطیت ما می گذرد، اگرچه رسما خب از مقام از جایگاه بندگی سلطان و عبودیت شیخ به مقام شهربندی ارتقا پیدا کردیم به طور رسمی، اما در زمینه عملی بابت تحقق همون حقوقی که به موجب قانون اساسی مشروطیت هم به ما تعلق گرفته به ما مجموعه مردم ایران که عمده ترین گوهره همون قانون اساسی مشروطیت اینه که همه حقوق ناشی از ملت است و این که حتی سلطنت بدیهی الهی که از توی ملت به شخص شاه تسلیم می شود و می دانید که بدیه یعنی امانت و چیزی که به امانت شما به بنده می دهید معنای ناگفته درونش اینه که این امانت رو هر وقت لازم بود از بنده باید می توانید پس بگیرید دیگه. اما ما 156 سال هست که از انقلاب مشروطیت در پی تحقق همین حقوقی که به طور رسمی به ملت واگذار شده است، اعطا شده است، درگیر بوده ایم و درگیر هستیم. و طبیعی است که هر کسی که در راستای تحقق این حقوق ملی، در راستای تحقق حاکمیت ملی، در راستای قطع دست استعمارگران خارجی، در راستای ایجاد فرهنگ سیاسی، در راستای تمرین دموکراسی برای مردم میهن ما گام به پیش بگذارد، چونان که مصدق به درستی نه تنها گام پیش گذاشت بلکه بسیار گام ها رو به پیش برد، خب طبعا او میتواند و میباید که مورد دشمنی این نیروهایی که برشمردم چه در کسبت خلیفه چه در کسبت سلطان قرار بگیرد، همچنان که از این سوی مورد محبت و تعظیم و احترام فوق‌العاده روزافزون همه آزادگان واقع می شده و واقع شده است و در این باره این حرمت تنها سپهر سیاسی میهن ما رو و آزادگان میهن ما رو در میان نگرفته است، این حرمت یک حرمت جهانی شده است و امروز کتاب شناسی مصدق بر کنار از کارهای مفصلی که در داخل کشور شده است و به زبان فارسی بایستی فهرست نزدیک به 300 کتاب که در مرکز موزه و کتابخانه مصدق در اینها جمع آمده به زبانهای ناگون اروپایی، اونها را هم برش افزود. بله. بنابراین هر در وجود خلافت امروز ایران که دشمنیش کمتر از نظام پیشین با شخص مصدق نیست، طبیعی است که از اینجا ناشی می شود که می بیند جوانانی که حتی پدرانشون ممکنه مصدق ندیده باشند
در هر فرصتی بیرو به سوی احمد آباد می برند. من بیاد می آورم که روز چهاردهم اسفند 1357 خورشیدی، یعنی کمتر از یک ماه، بله 22 روز بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب، بله 22 روز بعد از پیروزی انقلاب، 22 روز بعد از پیروزی انقلاب. یادمه که در اون برنامه عظیمی که 1 میلیون نفر آمدن به احمد آباد، مزار احمد، و من خود برای بخواست دانشگاهیان دانشگاه جندی شاپور با یک برنامه از پیش من داشتم در احمد آباد، ولی چون اونها میخواستن بر مراسمی در دانشگاه جندی شاپور بگیرند، من رفتم به دانشگاه جندی شاپور و اونجا در این باره به تفصیل خود مراسمی بود که بندم افتخار سخنرانی مبسوطی اونجا داشتم. اما غرضم از او یادآوری این نیست که من رفتم اونجا، غرضم این پیش درآمد این نکته است که بگویم شب نشسته بودیم و گزارش تصویری مراسم احمد آباد رو از تلویزیون می نگریستیم. بله جا بود که خب همچنان که ما می نگریم دیگران همچنان می نگریستیم. فقط 24 ساعت از قضیه نگذشته بود، روز بعد یعنی روز 15 اسفند 1357 آقای خمینی در یک صحبتی به یک مناسبتی اشاره کرد به این که بله رفتند و باز دنبال اون استخوان پوسیده ها. و ضمناً یادتون باشه که داخل گیومه بگویم که اون روزی که اونجا در اون مراسم قرار بود، چنان که آقای دکتر ماتین دستاری اعلام کرد که به دموکراتیک ملی ایران رو، ولی عروض سخنران اصلی آقای طالقانی بودند. بله اونجا با این همه خمینی، آقای خمینی دریغ نکرد از اینکه بگوید که رفتند اونجا باز دستند دنبال استخون پوسیده ها رو علم کنند. آقا اون مرد مسلم نبوده، اون مرد از اسلام سیلی خورده. بله خب از اسلام سیلی خورده است. ما تا اون انگام نمیدانستیم که نام دیگر گودفه 28 مرداد سیلی اسلامه. بله حالا این دیگه به جانشین اون خلیفه است که توضیح بدم چه رابطه ای هست بین گودتای 28 مرداد و تعبیر سیلی اسلام خوردن. بله البته کسی که مختصر آشنایی و تحقیقی کرده باشد با حضور بسیار پررنگ آیت الله کاشانی، آیت الله بهبهانی در کودتای 28 مرداد معنای تعبیر آقای خمینی به عنوان سیلی اسلام را میتواند بفهمد. و باز هم اگر تردیدی داشت در یادداشت‌های دکتر مصدق در کتاب خاطرات در تعلمات دکتر مصدق میگوید برخی از افسران خریده شده به اضافه علمای فاسد این عبارت. بله پول هایی که تقسیم شده بود. خواستم بگویم که بنابراین جرم نابخشودنی مصدق از نظر خودکامگان کهنه و نو که در تاریخ ما زمینه طولانی تاریخی داره و با خوشبختانه برصد برخورد تاریخی با این موزل از مدت ها پیش آغاز شده، مصدق در وجود نسل ها و فصل های پیاپی در راستای این مبارزه حضور دارد. بله مصدق برنامهش تمام نشده، پروندهش بسته نیست، پروندهش گشوده است. چرا گشوده است؟ بخاطر همه، بخاطر اینکه دکترینی را که او عرضه کرده است همچنان در دستور کار است. بله به قول خودم
خطاب به اون بزرگ، اگرچه رهبر دیروزهای ما بودی، هنوز رهبر رهروان فردایی. خود این رهروان فردا بودن یعنی چی؟ یعنی چند نسل از جوانان آزادی خواه رو و ترقی خواه رو و اونها که برای بهروزی میهنشون مبارزه میکنن. مصدق پرچم است، مصدق یک راه نماست. این حرفای من گیرخاران و چه باری مجذوبین در ولایت و سلطنت نگویند که کیش شخصیت، نه کیش شخصیت نیست، این واقعیت تاریخی است. صدق نیازی به این که ما از او کیش شخصیت بسازیم نداشته و خودش هم لعنت کرده اگر کسی بخواهد از او مجسمه در زندگی بله خوش بیزار بوده. این مجسمه که او میگوید اشاره میکند، این تندیس همواره تندیس نمادی نیست که به چهره بخوره، از نظر مضمونی و موضوعی هم اشاره میکنه. منتها ما داریم از یک مبحث بنیادی تو تاریخ معاصرمون صحبت میکنیم که ریشه در درازنای تاریخ ایران داره. در هیچ دوره از مشروطیت تا به حال به اندازه نه به عدد نه به کیفیت نه به کمیت ما به اندازه حکومت دو سال و چند ماه دکتر مصدق روزنامه نداشتیم. آخر اینا سخنانی نیست که بتوان همینجوری گفت بدون پشتوانه. خب آمار هست، ارقام هست. ما تکرار میکنم، ما در هیچ دوره به اندازه نه به اندازه عددی روزنامه داشتیم نه این مقدار آزادی داشتیم که بیشترین اینا هم به دولت فروش بدن. بله دقیقا. بعد از چنان هنگامی مصدق چنان پاس آزادی را داشته باشد که بعد روزنامه های اردوگاه سنتی چپ سنتی هم که او را آمریکایی می نامند و اون کلیشه های هم براش درست می کنند چنان با آزادی عمل بپردازند که مدام دیپلماسی انگلستان بیخ گوش آمریکا بخواند که این که میبینید این چپ سنتی اردوگاهی اینقدر آزاده، معنیش اینه که اینها متحدین مصدقند، به همین دلیل مصدق اینها رو آزاد گذاشته. در منطق سوری یه کمی قابل قبوله که پرشد اگر مصدق با یه اندیشه ها مخالفه چرا اجازه داده نه تنها روزنامه مردم و رهبر و صد تا روزنامه دیگه وابسته به همون تشکیلات منتشر بشن. منتها دقت میکنه که این بر بنیاد فرهنگ دموکراسی که مصدق به دشمنانش این اجازه رو میده. دقیقاً. به معنی اتحاد استراتژیک با اونها نیست به هیچ عنوان. اونان که دیدیم از اون پیشتر که در این باره ادامه بدیم، من الان برادم افتاد که زمنان ما این روزها با فرخوندگی 90 سال تولد بزرگ بانوی فرهنگ و دانش و دست‌نویسی مدرنمون هم بایستی که خوشحالیم که این فرخوندگی 90 سال روز بانو دکتر سیمین دانشور، بانوی فرهیخته و صاحب استاد فرهیخته دانشگاه تهران و صاحب استادهای بسیار از جمله رمان جاودانی سوبشون بله. و بانوی
استها بانوی صبور سالهای صبوری، بانویی که در پرتوی وجودش شاگردان بسیاری رو در کلاس های چند نسل در دانشگاه تهران تربیت کرده و از اون گذشته با رفتار و هنجار و منش اجتماعی خودش بسیاری از کسانی رو هم که مانند خود من توفیق شاگردی حضوریش رو در کلاس درسش نداشتند نیز همچنان معلمی در سطح ملی کرده باشد. بنابراین نودمین زادروز بانو دکتر سیمین دانشور برخونده باد که سالهای بسیار پرباری گذرانده است و نه تنها به قلم که به قدم. و من به عنوان یک اهل قلم کوچه این افتخار دارم که کتاب شعر سهوری، مجموعه شعر سهوری که پرآوازه تر از اون بود که من برای برش صحبت کنم داخل بلوی سالها، اون کتاب تقدیم شده است دکتر سیمین دانشور دارد. بله. کتاب در پاییز 1349 خورشیدی منتشر شده است. عبارت تقدیمی این است: به دکتر سیمین دانشور با یاد با احترام به اون مجاهد که جلال آل قلم بود. اشاره است به جلال آل احمد. بله، همسره همسر ایشان و نویسنده شجاع و پرتأثیر اون سالها. این افتخارم بنده باید مضاعف کنم که این عبارت جلال آل قلم رو خانم سیمین چنان پسندیدن که بعد سنگ مزار شاهزبان آل احمد نقل شده است، نوشته جلال آل قلم. بله، درودشان باد و تولدشان خجسته باد. بله، این یک دفعه به یادم گذشت و خواستم این رو بگویم و در پایان این بخش از صحبت و تسهال های دیگه باشه، چون این صحبت های کردیم و مربوط به نوش های در پیش که نوش های جاویز و مصدقه این ستاره جاویز رو بره تموم شدن این و پس بله بخوانم که این همواره هست. بله بله